خوبی اولی رو سه تا شاخص مهم براش تعریف کرده بودیم، یکی عمودی های کوتاه، یکی افقی های خیلی بلند و یکی فرم های مدور. نه اینکه فرمی غیر از اینا وجود نداشته باشه، متا این سه تا الگو که انتزاعی ترین فرم ها هستن در جهان فرمی به عنوان مشخصه ای میتونن تلقی بشن که خط کوفی اولیه برگرفته از اون فرم هاست. هر شاید که از خط کوفی اولیه ما به سمت خطای دیگه و خصوصا خط نصف اولیه شروع میکنیم کار مطالعه و برای سیر تحول اونا رو بگیریم میکنیم، متوجه این نکته میشه که یک فرم کاملا انتزاعی و مطلقی که در بسیاری از خطای کوفی وجود داشته رسیده به یک فرمی که ممکنه تعبیر خیلی دقیق نباشه، منتها چیزی بهتر از این فعلا به ذهنم نمیرسه، رسیده به یک فرمی که فرم الفباییه، یعنی قاعده ها و قانون های فرم های مدور، کشیده های در واقع بلند و چیزهای دیگه تغییر شکل پیدا میکنه و به یک شکل الفبایی تر میرسه. به تعبیر استاد کلرنیا در واقع یک سیمای عمومی و کلی خط کوفی اولیه بیش از هر چیزی به نظر میاد که برگرفته از اقلیم و در واقع منظره های طبیعی که ما در جهان و در قروش خودمون میتونیم پیدا کنیم. یک فرم مدور در واقع به شکل 100% جایگزین حرف واو میشه، شبیه به این رو در شکل های بدیهی طبیعی و شکل های در واقع رایج ما بسیار میبینیم. به عنوان مثال در فرم اسپیرال ها، فرم هایی که فرم های حلزون ها اگر دقت کرده باشید در واقع یک فرم اینچنینی هست، یک فرم کاملا حلزونی شد و خیلی اتفاقای دیگه. استاد کلرنیا تعبیرشون بسیار جالب هست، میگه که در واقع این برگرفته از اقلیمی هست که در آن این خط در اون اقلیم پرورش یافت و به تدریج تغییر شکل پیدا کرد و تکامل